نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه 22 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضرات در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با مفهوم اسمت فرمودند اسمت به معنای جبر در تکالیف نیست. یعنی معصومین همانند یک چراغ که قادر به نور افشانی نکردن نیست و به صورت اجباری از خود نور تولید نمی کند نمی باشند بلکه قادر بر انجام معصیت هستند اما معصیت انجام نمی دهند معظم الله در ادامه فرمودند اسمت لازمه نبوت و امامت است و خدای وجل به صورت اجباری و بدون اختیار معصومین این امتیاز را به آنان عطا فرموده اما این بدان معنا نیست که چون اسمت دارند قادر بر انجام گناه نیستند بلکه قادر هستند اما این کار را نمی کنند ایشان در ادامه با اشاره به آیه سه سوره ماعده که اشاره به اکمال دین و ولایت امیر دارد فرمودند علاوه بر آنکه از معصومین علیهم السلام و اطرت طاهره روایات متواتر وجود دارد که منظور از این آیه ولایت امیر صلوات الله علیه است از برخی از دشمنان امیر و کسانی که منحرف از راه ایشان بودند و گاه در جاهای دیگر سخنانی گفتند که دشمنی آنان با امیر المومنین است مانند زید بن ثابت نیز روایات فراوانی آمده که اکمال دین را به معنای ولایت امیر المومنین ذکر کردن با هم فرمایشات آیت الله العظمه را ببینیم و بشنویم اون اکمال دین اکمل تلکم دین دین بی علی ابن ابی طالب دین ناقصه همینی که خود امیر المومنین در اولین سخنرانی اول سیاست ظاهریشون که مردم باشون بیعت کردن یه سخنرانی دارن اونجا فرمودن همین جوری که خدا توحید را قبول نداره بدون نبوت یک کسی بگه خدا من تو را قبول دارم اما پیغمبر را قبول ندارم خدا بگه ولی نمیخواب اینا همین جوری که خدا توحید را قبول نداره بدون نبوت کذلک توحید و نبوت و بدون ولایت قبول ندار یعنی همینجور که یکی تنها توحید نیست نوبت هم باشه دوتا تنها نیست ولایت هم باشه وقت اینا اینا گذشت از اون روایات خاصی که در الیوم اکبر تو که متواتره فکر می کنم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در این اول جامعه احادیث شیعه یه مقدماتی دارن یه مقدمه هست شاید حدود صد تا روایت از عامه و خاصه نقل راجع به همین مطلب اکمل تلکم دینکم فکر میکنم صد تا یا بیش از صد تا روایت تو اول جامعه احادیث شیعه سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله عزما به این شرح بود مقدم بودن دیون و وسایا در ارث جائز نبودن تصرف بدون اجازه پدر در مال فرزند حکم بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان جزء در نماز آیات نیت در صدقات واجب مانند خمس و زکات، فطره و صدقات مستحب، حرمت اسراف و میزان توصیه شده در روایات برای مصرف آب در وضوع و غسل از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیتول عوزما شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یا فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.